با درود، میخوام در این قسمت 10 حراج غیر معمول در سایت ای بی رو براتون معرفی کنم. امیدوارم بپسندید. شماره 10 اندرو فیشر بود که پیشانی خودشو برای خالکوبی یک ماه تبلیغ در سایت ای بی به حراج گذاشت و شرکت سنورستاپ با پرداخت 37,375 دلار مالک آن شد. شماره 9 یک شهر فروشی در تگزاس به نام آلبرت بود که خریدار شهردار شهر هم میشد. این حراجی خریدار نداشت، ولی سال بعد شخصی نیمی از این شهر رو به مبلغ 1,000,000 دلار خرید. شماره 8 عرضه شورت مایکل جکسون بود که به مبلغ 1,000,000 دلار به فروش رسید، ولی از بخت بد خریدار FBI از وجود این شورت مطلع شد و آن را برای بررسی پرونده آن زمان مایکل جکسون در خصوص آزار جنسی کودکان زمینه پرونده کرد. شماره 7 یه فروشنده دیگه معنی زندگی رو در ایبی عرضه کرد. او مدعی بود دلیل زنده بودن و معنی زندگی رو کشف کرد. در نهایت برنده حراج $3.26 برای اون پرداخت کرد. شماره 6 یک زوج شوخ‌طبع بودن که بچه‌شون رو در ازای 1 یورو به فروش گذاشتن. این یک جوک بود، ولی دولت بچه رو برای چند روز از اونا گرفت تا مطمئن بشه که همه چیز یک شوخی بوده. شماره 5 در سال 1963 جان اف کندی رئیس جمهور سابق آمریکا با یک اسلحه از درون یک ساختمان هدف قرار گرفت و کشته شد. قاتل او لی هاروی آزوالد بود. پنجره‌ای که این قاتل از آن به کندی شلیک کرد در یک حراجی فروشگاه ای بی به مبلغ 3,000,000 دلار به فروش رسید. شماره 4 یک دستمال کاغذی استفاده شده توسط اسکارل جوهانسون بازیگر معروف هالیوود بود و برای صرف امور خیریه به حراج گذاشته شد و خریدار نهایی مبلغ 5,300 دلار برای این دستمال کاغذی بی مصرف پرداخت کرد. شماره 3 توسط شخصی که مدعی بود یک روح را درون شیشه مربا کرده برای فروش عرضه شد. این حراجی جنبه شوخی پیدا کرد و تا 100,000,000 دلار چوب خورد. البته حراجی باطل شد. شماره 2 یک ساندویچ پنیر کبابی بود که در آن شکل حضرت مریم افتاده بود. این ساندویچ توسط یک مسیحی دو آتیشه به مبلغ 28,000 دلار خریداری شد. و در پایان میخوام یک فروش عجیب و شرم‌آور هم براتون تعریف کنم و اون فروش بکارت یک دختر برزیلی بود که توسط یک پولدار ژاپنی به مبلغ 780,000 دلار خریداری شد. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد، جالب بود، حتما کامنت بدین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. اگر هم درخواستی برای ویدیوهای آینده دارین برامون کامنت بذارین و ما سعی میکنیم براتون درست کنیم.